تخریب یک مخفیگاه گروه داعش در کابل. کابل شب گذشته گواه درگیری چندین ساعته میان نیروهای امارت اسلامی و جنگجویان گروه داعش بود. نیروهای حکومت سرپرست یک مخفیگاه گروه تروریستی داعش را در منطقه کارتینب شهر کابل مورد حمله قرار دادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در توییترش نگاشته است که در این عملیات شمار از اعضای گروه داعش کشته شدند. این در حال است که هفته گذشته رئیس جمهور روسیه در نشست فارمت مسکو در مورد بررسی وضعیت افغانستان گفت که به شمول داعش و القاعده گروه‌های مختلف تروریستی بین المللی در افغانستان در حال فعالتر شدنند. از سوی هم به اساس یک تحقیق دانشگاه جورج میسون آمریکا داعش در افغانستان در حال رشد است. در این برنامه روی این بحث خواهیم کرد که داعش در افغانستان از کجا آب می‌خورد، چطور این گروه موفق به ساخت مخفیگاه در کابل شده و آیا این گروه و گروه‌های تروریستی دیگر بستر رشد در افغانستان دارند؟ من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان دکتر نور احمد خالدی تحلیلگر مسائل افغانستان از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند و عبدالرحمن الهی استاد دانشگاه هم در استودیو حضور دارند. عبدالجبار ستانکزی آگاه مسائل سیاسی هم وعده کردند که در این بحث با ما حضور پیدا میکنند. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای خالدی، تخریب یک مخفیگاه داعش در شهر کابل فکر میکنین بیانگر چی است نیروهای امارت اسلامی؟ سلام محترم و همچنین سلام به بیننده های تلویزیون شما. تشکر. داعش یک تهدید است برای افغانستان و برای منطقه و برای کسایی که در این منطقه در قدرت هستند. دیگه هیچ شک نیست. به این خاطر برای حاکمیت رژیم طالبان هم داعش یک خطر جدی است. جدیدترین خطر در حقیقت امید موجودت داعش است. هیچ خطر جدی دیگری طالبان از لحاظ نظامی تهدید نمی کنند، اما داعش می کنند برای اینکه داعش زمینه های یا بستر پرورش در افغانستان دارد. داعش در افغانستان، خب اگر همه مطلع هستند که یک پدیده منطقوی است، تنها به افغانستان ارتباط نمیگیره. از سابقش اگر خبر باشین، این یکی از شاخه هایی است که از القاعده جدا شد در عراق و در سوریه و بعدا به نام دولت عراق، سوریه و شام یا دولت خود ساختن که یا آیسیس نامیده میشه در انگلیسی برش میگن یا اسلامیک ستیت برش گفته میشه و زیادتر متوجه در مقابله با دولت بشار اسد سوریه بود و همچنان با دولت عراق که از بعد از امریکایی ها اونجا قدرت گرفته بود، بخش بیشتر عراق و شرق سوریه را یا اشغال کردن، دولت خود ساختن، برای بیش از یک سال یا در قدرت بودن و نشان دادن چهره شنی خود، چهره بسیار تجاوزکار خود، چهره غیر انسانی خود به دنیا نشان دادن. مخصوصا رفتارشان در مقابل زنان، در مقابل اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی بسیار رقتبار بود، بسیار مشمئز کننده بود. زنا را باعث کنیز و غلام گرفتند، از تمام حقوق انسانی محروم ساختند و در این به وجود آمدن از یا قبل از این حتی به وجود بیان کسایی مانند هیلاری کلینتون و صدر اعظم اسرائیل یا آماده ایجاد از یا بودن یا در این راه سرمایه‌گذاری کرده بودن. عکس های وجود دارد که رهبر القاعده، رهبر داعش در عراق و شام البغدادی قبل از اینکه یا دولت اعلام کنند ملاقات هایی داشتن با سناتورهای امریکایی در ترکیه و در اینجا، از جمله یک سناتور امریکایی که بعدا کاندید ریاست جمهوری بود حالا وفات کرده بود، یا پول های زیاد از امریکایی ها گرفتن.
بله، یعنی آقای خالدی، خب قسمی که شما تشریح کردین ابتدای کار از یا از عراق از سوریه بود، داعش یعنی دولت اسلامی شام و عراق، ولی چطور میگین که خب اینا میتونه به یک تهدید در افغانستان و حتی منطقه مبدل شوه؟ برای که یا سه شاخه دارن، یکی شاخه برای می داعش بود که در شام و عراق بود، و یکی شاخه برای افریقا ساختن، و یکی شاخه برای آسیا. شاخه آسیا خواهد به نام خراسان نام ماندن که در او از ایران تا هندوستان و تا آسیای میانه کل شدت برمیگرد. و این مخصوصا چون نه در ایران یا اوقدر امکانات فعالیت چند سال کم است، محدود است، در آسیای میانه هم فعالیت چند کم است، در هندوستان هم فعالیت تایزی امکاناتش کم است، ولی افغانستان در قد اینجا تنور داغ است، هر کس نان خود پخته که میره. ولی حال وضعیت را شما میبینین آقای خالدی، پس از حاکمیت امارت اسلامی ظاهرا صاحب بسیار بالا اینها تنگ شده، مثلا هیچ نقطه از افغانستان را هیچ کسی نمیتونه نام بگیره که در فلان نقطه اینا حضور دارن، پایگاه دارن، مثل که در حکومت گذشته در اچین ننگرهار مثلا اینا پایگاه داشتن. در کابل هم میبینین که هر از گاه مراکز از اینا تخریب میشه. فکر نمیکنین که دیگه جای پای برشان باقی نمانده در افغانستان؟ خب این در افغانستان اعضای داعش کی هستن؟ اعضای داعش خانم بازمانده های گروه های حکمتیار هستن، بازمانده های گروه های خودی طالب هستن، بازمانده های گروه های دیگی جهادی هستن که در زمان یا فعال بودن. این خادم های تازه ایجاد نشده، یک تعداد اگه تازه ریفت. اما جای پای داره اینا در افغانستان؟ تا زمانی که ما گروه های مختلف در جهادی در این مملکت فعال است، یا هم یکی از گروه هاست که فعال است، و بخصوص یا که تشکیلات منطقوی دارن، از خاطر پول به پول دسترسی دارن. آقای خالدی، شما حتما نگرانی های کشورهای منطقه را در مورد فعالیت داعش در افغانستان میدانین. در هفته گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست فارمت مسکو گفت که در کنار گروه های تروریستی دیگر، القاعده و داعش در حال فعالتر شدن در افغانستان است. آنچه در کابل اتفاق افتاد شب گذشته، فکر میکنین مور سهم گذاره بالای صحبت های ولادیمیر پوتین؟ بله، واقعا و سهم میگذاره. برای که شما از لحاظ فکری، از لحاظ بینش فکری بین داعش و طالبان چه تفاوتی وجود داره؟ هیچ. عین چیز، یا عقیدهشان از اسلام، برداشتهایشان از اسلام با هم کاملا مطابقت داره. برخوردشان با زن، برخوردشان با علم، برخوردشان با تمدن، برخوردشان با تمدن غرب عین چیز است. بنابراین برای بسیار طبیعی است که داعش ها بتونن در افغانستان جای پا داشته باشن، بلکه که تبلیغاتی که طالبان میکنه یا میکنه از لحاظ عقیدتی هیچ تفاوتی نداره، و با متون قرآنی و متون احادیث به صورت میخانیکی عقیده داره یا به صورت میخانیکی. اما یک تفاوت کلان وجود داره. خب هم از لحاظ ایدئولوژیک شما میدانین اونا گروه هستن که از وهابی ها اطاعت میکنن داعش، و در کنارش اونا داعششان کلان است، مثلا قسمی که آقای الهی اشاره کرد، مثلا تنها شاخه خراسان داعش را میبینین چند کشور را در بر میگیره و شمول ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و اینا. فکر نمیکنین که بسیار تفاوت های کلان دیگه هم وجود داره در این قبال؟ نه خیر، این تفاوتی وجود نداره. شما چند وقت پیش یکی از امیر برای طالبان اعلام کرد که دنیا باید اسلام از افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیز کنه بیاموزه. چرا این دولت طالبان وقتی نمیگذاره به مشوره های کنفرانس کشورهای اسلامی؟ اما شما میدانین عملا خب امارت اسلامی در تقابل قرار داره با داعش. شما مثلا عملیات شب گذشته رو میبینید، یا چند وقت پیش یکی از فرماندهان کلان امارت اسلامی را در شمال کابل در بدخشان داعش مورد حمله قرار داد، یا انفجارهای دیگه ای که میبینین؟ بله، شما بین پرچم و خلق مبارزه بود، بین افیزلامین و ببرک کاربران مبارزه بود، بین گروه های در افغانستان هم گروه های به دوستان یک وقت کتی یک جای می شد، یک بار کتی کسی دیگه یک جای می شد، چند بار با حکمت یا دوستان یک جا شد، چند بار با طرفدار مسعود یک جا شد.
این مبارزه قدرت است، این مبارزه هیچ ارتباط به ایدئولوژی نداره، اما از لحاظ ایدئولوژی طالب هم اسلام خود اسلام میخوان که به خلافت اسلامی عقیده دارن، به خلافت به امیر عقیده دارن و به احیای خلافت اسلام. ولی ایره میدانین که خوب سخنگوی امارت اسلامی داعش را تروریست میگه و حتی خطاب خوارج را برش میکنه خواهی خالدی. خب درست است، برای اینکه رقیب سیاسی است، رقیب عزیز که جای برای قدرت مبارزه میکنه، اما از ایدئولوژی تفاوت نداره. اما آنچه کشورهای منطقه نگرانی میکنه، فکر میکنین که خب این گروه در حال رشد است در افغانستان یا نه اونا میخواه که فشار وارد کنه بالای امارت اسلامی؟ واقعا در حال رشد است. شما یک چیز بهتون نست کنم، وقت پیش از این که جنرال چیز که پاکستانی که رئیس آسای بود و در مورد افغانستان همیش فعال بود، و پیش از یک وفات یک هفته پیش از وفاتش یک بیانی در قصه یک 8 سال پیش است، 8 9 سال پیش یک اخطار میته در مورد داعش پاکستانه. وقت هنوز داعش در عراق و سوریه بود، به افغانستان نامده بود، به ترکیه نام به پاکستان نام بود. او میترساند حکومت پاکستانه که داعش آمدنی است از راه غرب، از راه ایران، فکر میکرد که از او را میاد به افغانستان و از افغانستان به پاکستان صادر میشه، و او میگفت که بهترین راه مقابله بر از او اینمی تقویت طالب هاست. او پیش بینی حمید گل میگم، جنرال حمید گل، این سخنهای حمید گل است. او پیش بینی کرده بود که ما برای مقابله با داعش با طالبان ما در افغانستان به قدرت برسانیم تا پاکستان محافظت کنه. اما او بعد از مرگ از او قسم واقعش که داعش از غرب واقع نشد، از راه پاکستان آمد به افغانستان داخل شد، و در همچنین که در افغانستان جای پای نفوذ داره، حتما در پاکستان هم داره، و او خلافت را که هم میخواین از هند گرفته تا به ایران و تا آسیای میانه است. بنابراین او ادعای بزرگتر دارن طالب ها، اگر که او دایه را به صورت رسمی ندارن، اما خود نمایندگان اسلام واقعی میدانن و چیزی را که داعش عقیده داره یا میخواین پیاده کنن. قبلا گفت، شما گفتین که موضوع وهابی و موضوع سلفی یا موضوع طالبا گروهی هستند که ما یا نمیتونیم به یک مکتب خاص مذهبی، دکترین مذهبی خلاصه کنیم، یا معجونی هستند از هر چیز. آنچه یا مشترک میسازه با وهابیت با سلفیگری، همین متون میخانیکی از متون اسلامی، از قرآن مجید و از احادیث نقل قول کردن است، بدون ایزی که اجازه بتنی تفسیر شود، بدون داخل کردن عنصر عقلانی ده. ای که یک توطئه کلان چیده شده از طرف آمریکایی ها و داعش جز از او توطئه است، به حساب تنها مردم افغانستان قربانی هستند. مردم افغانستان حنفی مذهب هستن، حنفی ماتریدی، از 1000 سال به این طرف اسلامی که در افغانستان جاری بود، اسلامی ملایم، اسلام بود که منطق قبول داشت، عقلانیت قبول داشت، تغییر عرف جامعه را قبول داشت، چیزایی که در مذهب حنفی وجود داره انیس که خود امام ابو حنیفه به این مسائل عقیده داشت، همچنان مردم افغانستان به عقیده داشتن. شما چی چیز طالب با این شباهت داره؟ درست است که خود حنفی میگن، اما تمام اعمالشان به اعمال وهابی و سلفی که میره برمیگرده به حنبلی، مذهبش نزدیک است تا به حنفی. یا به می خاطر من قبلا گفتم که طالبا را ما با یک مکتب خاص نمیتونیم چیز کنیم. بله، ولی خوبی برداشت شما میکنین آقای خالدی. اما این که آقای الهی میگن که خب یک توطئه بزرگ آمریکا به در منطقه داره عملی میکنه و دو خب افغانستان هم قربانی است و داعشی که فعال است در افغانستان ای هم ریشه در آمریکا داره. آقای محترم، امی ساده ساختن مسائل بسیار خطرناک است. مردم هم گمراه میسازه، خود هم گمراه میشیم، در آینده نمیفهمیم که چی میگیم. این درست است. من قبلا در اول عرض کردم که یکی از شاخه های القاعده است. خود القاعده را که برگردیم خود
در افغانستان همی استخبارات منطقه است CIA و دیگه آوردن در افغانستان همی الزواهری و خود اسامه بن لادن یار آوردن که با اینجا جهاد افغانستان به اصطلاح بر ضد اتحاد شوروی وقت رهبری کنن و یا چیز برشان بتن ایدئولوژیش تقویه کنن و چیز بسازن بسیار نظامی گری رو اضافه کنن و بالاخره این سرایت کرد بعد از ختم افغانستان به عراق رفت این رو خب میفهمید که امریکا دو دست داشت اما درست است که استخبارات منطقه استخبارات قدرت های جهانی از او به نفع خود استفاده میکرد اما در عین زمان این رو نمیتونیم انکار کنیم که امریکا در سوریه با داعش بالای داعش بمباری های زیاده کرد در داخل عراق و در داخل سوریه اما خب میشه یه امون روپوش باشه که بالای امون توطئه که داره میچینه بالای از او یک روپوش باشه این مسئله آقای خانم نیست فکر کنین در سوریه جبهه النصره را که القاعده مطلق است دمی فعلا در شهر ادلب کلشان جمع شدن این امریکای حمایت میکنه از هر لحاظ دیپلماتیک سیاسی نظامی و غیره و حکومت ترکیه هم از هدایت و چی هستن القاعده هستن اما در افغانستان امریکا میگه که من بر ضد القاعده جنگ میکنم در پاکستان پشت چیز میگرده اسلام الله نادر میگرده این سیاست های قدرت های جهانی این در هر جای یک رنگ نیست و ما اگه این رو نمیتونیم برچسب بزنیم که اینجا نال امریکا این رو ساخته بر ضد این کار نه ای از این جنبش ها از این عناصر استخبارات جهانی به نفع خود در کشورهای مختلف به اشکال مختلف استفاده میکنه اما چرا در افغانستان نمیپذیرین که خب از این عناصر استفاده بکنه امریکایی ها به نفع من میگم که نمیکنه میکنه استفاده میکنه اما این که ما بگیم که نخزی به دست CIA و هر چی که بخواه بکنه اوتو نیست چی رقم است پس خب اصل ریشه از اینا رو شما در کجا میبینین یک عقیده فکری است یک جنبش فکری است این جنبش فکری اما تو که جنبش های مختلف در جهان اسلام آمده یا یک جنبش فکری است که آمده این از خود هواخواهان داره از خود دیدگاه های داره که بازگشت به اصل سلفیت است به اصلاف اسلام است و این عقیده فکری را هر کس به نفع خود از او استفاده میکنه متاسفانه آقای خالدی شما دیدتان در مورد نگرانی هایی که روس ها مطرح میکنه چی است؟ فکر میکنین که روس ها در افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی به دنبال چی هستند؟ میخواستم در این مورد صحبت کنم آقای محترم در مورد خلای قدرت در اینجا صحبت کرد امریکایی ها پیش از این که از افغانستان خارج شوند و فکر میکردن با خارج شدنشان از افغانستان خلای قدرت در اینجا به وجود میاد در موجودیت دولت جمهوری اسلامی به این خاطر طالبان و به قدرت آوردن یعنی برای امریکایی ها جلوگیری از خلای قدرت با قدرت آوردن طالبا بود و در این قسمت در کنفرانس در توافقنامه دوحه که با طالبان امضا کردن هدف اصلی امریکا امی بود که در غیابشان طالبای قدرت در اینجا خلا را پر کنن و خلای وجود نداشته باشن خالدی خب در موردی داشتین صحبت میکردین که روسیه در افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی به دنبال چی است ادامه حرفای شما را بشنویم بله ما یک مشکل با من گپای شما رو میشنیدم من این مشکل از طرف خود شما بود قطع کردیم بله ما عرض ما این بود که امو قسمی که جنرال حمید گل پیش از وفات خود اختار داد که مقابله با داعش تنها از طریق به قدرت رساندن طالبان در افغانستان میتونه فراهم شود امریکایی ها هم به این نتیجه رسیدن که در بعد از خروجشون از افغانستان خلای قدرتی به که به وجود می با طالبان پر کنن به این خاطر یا امریکای طالبان را به قدرت رساندن به اساس توافقنامه دوحه و روس ها و دیگه کشور ها هم با توجه به این که امریکا عملا طالبان را به قدرت می رسانه با توافقنامه دوحه در افغانستان عین رول چیز در به خاطر حفظ منافع خود در حفظ امنیت آسیای میانه
و مخالفت با داعش که تهدید جدی برای آسیا میانه است از حمایت از طالبان در دستور کار خود قرار دادن. اما در عین زمان طالبا تعهداتی دارند با امریکا بر ضد چین برای همکاری با CIA در قسمت بی‌ثبات‌سازی ایالت سینکیانگ چین یا ATIM یا جنبش ترکستان شرقی. به این خاطر یا در این زمان از طالبا مطمئن نیستن که طالبا با تعهدات خود با امریکا در این قسمت ادامه میتن تطبیق میکنن یا از او سر نظر کردن. به این خاطر نگرانی های مسکو و چین و هندستان در این قسمت بسیار جدی است. ولی دیگه ما میفهمیم که طالبان با آیسای پاکستان بسیار ارتباط نزدیک داشت و داره و هندستان از او جهت چیز است در نگرانی داره. و همچنین گروه هایی که همراه با طالبان یک جای می جنگیدن در زیر 20 سال گذشته، خب اون گروه هایی هستند که قبلا در پاکستان بر ضد ازبکستان، بر ضد تاجیکستان، بر ضد قرقیزستان، بر ضد چچنیا، بر ضد ترکستان شرقی و ایالت سینکیانگ چین فعال بودند، یا بعد از عملیات ضرب الغضب تا اردوی پاکستان و افغانستان رانده شدند یا دیگه جای گرفتن. ویغورهای چینی در بدخشان اینجا با طالبان یک جای همکاری میکردن. این معلومه تمام ادارات استخباراتی کشورهای آسیای میانه وجود داره و چینایی ها به می خاطر دو پایگاه در تاجیکستان ساختن و اردوی تاجیکستان را پلیس تربیت میکنن و می خاطر که جلو وزیر بگیره. این نگرانی ها بسیار جدی وجود داره. ولی خب درست است، نگرانی وجود داره، ولی چی میخواهند در افغانستان که خوب امارت اسلامی با اینا چی بکنه با باور شما؟ تعهد کامل که یا از او تعهداتی که با امریکا کرده بودن دیگه از او صرف نظر کرده و بلی خاطر چینایی ها کجدار مریض با طالب رفتار میکنن و که مطمئن شوند که یا دیگه بسیاری در اجازه استفاده از افغانستان را نمیتن قسمی که طالبان تعهد کرده بودن به امریکا و روسیه و کشورهای آسیای میانه دیگه کام الترنتیف نمیبینند. بله، ولی راه را که اینا در پیش گرفتن آقای خالدی به خاطر جلب تعهد امارت اسلامی فکر نمیکنین که اشتباه است؟ مثلا در ستیش های بین المللی اینا دارن میگن که خب افغانستان با پایگاه امن هراس افغانا مبدل میشه. چطور در یک چنین سیاست را که اینا در پیش گرفته امارت اسلامی به اینا تعهد بده که خب خطر نمیشه برشان داعش؟ بلی که امارت اسلامی باید عملا نشان بده در عمل که با این گروه هایی که من پیشتر نامایشان گرفتم دیگه دوست نیستند. این گروه ها همهشان از لحاظ فکری عقیدتی برادرای هم دین و هم جهاد طالب هستند. ولی تعهد هم داره امارت اسلامی، مثلا بارها گفته شده از طرف مسئولین حکومت سرپرست که خب افغانستان خاکش علیه هیچ کشور استفاده نمیشه و به هیچ گروهی هم اجازه داده نمیشه که از اینجا فعالیت بکنه علیه او کشورها. خب چرا باور نمیکنه؟ ما که بهتری ادارات استخباراتی کشورهای مختلف میفهمند که آیا طالبا قدرت ازیل دارن یه در اطراف امی کار عملی کنن یا نی؟ در بدخشان، در قندوز، در مزار، در بلخاب، در دیگه آیا می فرماندهان محلی طالبا امو دوستی و برادری با گروه تاجیل داشتن چی کردن؟ فراموش کردن؟ یک روزه خو نمیشه فراموش کردن. او خواه وجود عملا امروشان برادران همکاری میکردن به برزه دولت جمهوری اسلامی. شما خواه نمیتونین که یک روز فراموش کنین یا رو بگوین که به خلا شد دیگه برین دیگه نامتونم گم کنین و دیگه اینجا نباشین. نه خیر، در ظاهری گپ هم میزن اما در باطن یا وجود دارن با در یک کشورها از این پوتنشل در حراس هستن. خیر میکنین چقدر زمینه برای ایجاد اجماع منطقه‌ای است برای مبارزه با گروه های تندرو؟ در کنار از این خب شما میدانین که کشورهای آسیای میانه جمع روسیه، ایران و کشورهای دیگه انتظارشان از امارت اسلامی است به شمول هند که باید مبارزه بکنه با این گروه ها و به عنوان یک اهم پیمان میخواهد این بخش از امارت اسلامی استفاده بکنه، ولی از اون طرف میدانین که هیچ کشور هنوز امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه به شمول همین کشورهایی که
گزارهای بسیار بلند بالایی را داره از امارت اسلامی. ضرورت اجماع وجود داره، اما در اینجا یک مشکل عمده است که گروه‌هایی را که مثلا هند تروریستی میگه به نظر پاکستان یا تروریستی نیستن یا آزادی طلبای کشمیری هستند. در این قسمت هیچ اجماعی نمیتونه عملی شود. همچنان گروه‌هایی را که امریکا آزادی خواهای مثلا ترکستان شرقی میگیرن، گروه اسلام، حزب اسلامی و ترکستان شرقی برای چینایا و روسا و برای تاجیک ها یا تروریست هستن. بنابراین ما همچنان از حزب اسلامگرای ازبکستان باید بیاریم، از تاجیکستان باید بیاریم. این گروه ها برای بعضی ها آزادی بخش هستند، احزاب آزادی یا جنبش های آزادی بخش هستند، برای گروه تعداد دیگه از این کشورها گروه تروریستی هستند. به این خاطر اجماع به این صورت گرفته نمیتونه. طالبا این گروه ها را گروه های تروریستی نمیدانه. در ظاهر میگه ما با گروه های توریستی ما مقابله میکنیم، ما قبلا نرس کردم یا هم گروه های برادر، هم عقیدی، هم مذهبشان هستند که با یا در 20 سال جنگ دوش به جوش، شانه به شانه یا جنگیدن بر ضد دولت اسلامی. بنابراین برای طالب ها هم برای رهبری و صفوف شد این گروه ها چیز نیستن. گروه مثلا حزب اسلامی ازبکستان، حزب اسلامی تاجیکستان، گروه ATIM ترکستان شرقی، گروه های کشمیری، یکی از طالبای پاکستانی برای یکیش این گروه تروریستی نیست برای طالبا. ولی خب داعش هست، انتظار این کشورها بیشتر در مورد داعش هست آقای خالدی که باید مبارزه کنن. بله، در یک مورد یا شاید توافق داشته باشم که داعش چیز در نظر، اما ای که داعش آیا برای یکی از قدرت‌های جهانی مثل امریکا در این منطقه در این اوضای افغانستان گروه تروریستی است یا نیست، خود از یه معضل است. بسیار فشرده اشاره بکنین آقای خالدی. خب مسئولیت امارات اسلامی چی است در می آشفته بازار منطقه‌ای و جهانی که وجود داره و خب اصل میدان هم افغانستان است، چی باید بکنه؟ دولت یا حاکمیت یا رژیم امارات اسلامی تا حال خودت معرفی نکرده، تا حال خودت تعریف نکرده، یک اعلامیه از طرف ازیا تا حال صادر نشده که ما او رو بگیم مانیفیست دولت ازیا. ما هیچ چیز، هیچ کاغذ ازیا وجود نداره. حتی بیانیه را که رهبر ازیا در اجلاس علما کرد هی گنگ و چیز است. ما هیچ چیز از یا نداریم که بفهمیم که یا چی گونه گروهی هستن. خیلی سپاسگزارم. یا با تعال خود تعریف کنن، یا با مانیفست اعلام کنن.